سلام دارم شما خدمت همه تنان عزیز. خب جناب دکتر مصطفی، پیش از اینکه به مسئله برجام برسیم، این هفته آقای پوتین و روسیه دنیا رو به یه نوعی در زمینه اینکه خب ما حالا دیگه دستاوردی داریم که میتونه قابل ردگیری نیست، یعنی کاری کرده روسیه، میگه من از نظر نظامی چیزی رو تولید کردم که حالا دیگه هیچ کس نمیتونه اون رو در ردگیری کنه یا در برابرش. آیا داریم با توجه به آقای ترامپ در آمریکا، پوتین در روسیه، آیا وارد یک جنگ تازه سردی میشیم؟ دست کم اگر وارد جنگ گرمی نمیشه، وارد جنگ سرد داریم میشیم؟ خدمتتون عرضم که به هر حال اونچه که مسلمه، رهبران جمهوری اسلامی خصوصا آقای خامنه ای و سپاه پاسداران با توجه به موقعیتی که درش گیر کردن، دارن هم با قمشون رو میگذارن که به روسیه و چین هرچه بیشتر نزدیک بشن. امروز در خبرها من خوندم که روسیه گفته که ایران میتواند در هر جای روسیه بخواد مسجد شیعه ها رو مسجد شیعه بسازه و این رو سپاه پاسداران به عنوان یک دستاورد بزرگ نقد کرده بود. به هر حال همینطور که خاطرتون هست، سپاه پاسداران میخواستن کاخ سفید رو حسینیه کنن، ولی فعلا مثل اینکه اطراف کرملین میخوان حسینیه بسازن. اینها بر اینکه راه حلی ندارن و نمیتوانن از این بحرانی که خود ایجاد کردن بیرون برن، کارت روسیه رو بازی میکنن، ولی بر این گمان نیستم که روسها به خاطر ایران وارد یک جنگ سرد با آمریکا بشن. مسلم این که روزها منافع خاص خودشونه داره و برای اولین بار بعد از افتضاحی که در افغانستان به بار آوردن، برای اولین بار اونها حضور نظامی دارن در کشور سوریه، در خاورمیانه، و این اهمیت داره و روسیه میخواد در اون کشور بمونه و ایران هم به هر حال در روسیه دخالت بسیار زیادی کرد و برای حمایت از آقای بشار اسد. همین امروز بود که یکی دیگه از رهبران سپاه پاسداران اعلام کرد که در زمانی که جنگ بود در سوریه، آقای احمدی نژاد پیام داده بود به آقای خامنه‌ای که دیگه ما نباید بیش از این در سوریه ضرر بدیم و بهتر است این که هزینه دیگه در اونجا نکنیم، و آقای خامنه‌ای پاسخ داده بود که ما اگر یک قدم عقب بنشینیم باید قدم‌های دیگر رو هم برداریم و نباید به هیچ وجه عقب بشینیم، و بدین خاطر هزینه‌ها رو ادامه دادن تا امروز که می‌بینیم که کشوری خراب با صدها هزار آواره، با هزاران نفر که کشته شدن در همین یک ماه اخیر در سوریه واقعا دردناکه. ولی گمان من این نیست که حتی در سوریه هم روس‌ها به ایران بخوان امتیاز بسیار بالایی بدن، برای اینکه ایران، روس‌ها از ایران استفادهشون کردن. این ایران هستش که به روسیه نیاز داره و نه روسیه به ایران در سوریه. بله، به هر حال وضعیت است. آقای دکتر، شما به مسئله سپاه پاسداران اشاره فرمودید، خب و این بحثی که سپاه پاسداران پیش آورده و حالا بخواد مسجد بسازه، در کنار این مسائل می‌بینیم که آمریکا سپاه پاسداران رو و سازمان‌هایی رو که اقتصادی هست و سپاه داره اداره می‌کنه وارد لیست تحریم‌ها می‌کنه، و این برای ایران خب به مقدار مورد اعتراضش هست و میگه که نمیتونن این کار رو بکنن. نمیدونم، باز دوباره مسئله برجام رو که با شما به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد پیش میکشن. آیا این اقدام آمریکا معنایی پیدا میکنه در شرایط اقتصادی سپاه یا نه؟ در شرایط اقتصادی سپاه تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. البته به آقای روحانی قدرت مانور خواهد داد در مقابل سپاه، اما سپاه دست بر نخواهد داشت و میدونید که در ایران بسیار ساده است که شرکت‌های مختلف درست کردن به اسامی مختلف، و اینها طول میکشه، چند سال طول میکشه تا مشخص بشه مستقیما به سپاه ربط دارن یا ربط ندارن. ولی هدف آقای ترامپ از این کار به گمان من سپاه پاسداران نیستن. هدف این کار آقای ترامپ اعلام خطر کردن به کشورهای اروپایی است، به
سرمایدارهای اروپایی است، به صنایع اروپایی است که اگر در ایران بخوان سرمایه گذاری کنند، روابط اقتصادی داشته باشند، با مشکلات عظیمی روبرو خواهند شد. و این استش که آقای ترامپ از تمام امکاناتی که داره استفاده میکنه و هر روز این لیست تحریم ها رو طولانی تر میکنه. و بدین خاطر همینطور که در جلسه قبل هم خدمتون گفتم، آقای ترامپ تونسته این موفقیت رو به دست بیاره که اروپایی ها نتوانند سرمایه گذاری دراز مدت کنند و یا اینکه صنایع اروپایی فعال بشن در داخل ایران و یا بانک ها بتوانند با ایران معامله داشته باشند. میدونیم که هنوز با اینکه اروپا تحریم هاشو برداشته و معمولا باید ایران میتوانست با بانک های اروپایی تبادلات رو راحت انجام میداد، ولی از ترس اینکه دولت آمریکا این بانک ها رو جریمه بکنه، به هیچ وجه بانک های اروپایی حاضر نیستن به خاطر بازار کوچک ایران بازارهای بزرگ رو از دست بدن. و از دید من فشاری که آقای ترامپ از روز اولی که به ریاست جمهوری رسیده تا امروز ادامه میده، در همین جهت هستش که بلوک کنه فعالیت کشورهای اروپایی رو در هر گونه نزدیک شدن به ایران و خصوصا صنایع اروپا و بانک‌های اروپایی رو. و میتوانم بگم که در این زمینه آقای ترامپ موفق بوده. اما این موفقیت رو چه شکلی تونسته به دست بیاره؟ این موفقیت حاصل رفتارهای آقای خامنه‌ای در خاورمیانه است، دخالت‌هایی که در منطقه، در عراق، در سوریه، در یمن میکنه و این بهانه رو به آقای ترامپ داده که آقای ترامپ اون سیاستش رو پیش بگیره. یعنی در اصل برجام، روح برجام دو قاتل داشته، یکی آقای خامنه‌ای و دیگری آقای ترامپ، و هر دو تونستن دست در دست هم بتوانند برجام رو کاملا زیر خاک ببرند و در عمل اینطور شده. البته با اون چه که به ایران مربوطه که میدونیم، همینطور که گزارش اخیر سازمان انرژی اتمی، بین المللی انرژی اتمی بیرون اومد، ایران مو به مو کلیه تعهدات خودش رو انجام داده. درست. ولی آقای ترامپ به این راضی نیست و سیاست‌های خاورمیانه ایران رو مد نظر قرار گرفته و به خاطر این توانسته موفق بشه که از رفتار آقای خامنه‌ای استفاده بکنه و این برجام رو کاملا به زیر خاک ببرن. مسئله برجام های دکتر و زیر خاک بردنش در مسائل مختلف به شکل حاشیه‌ای هم همینطور مطرح است. حالا به این باز همینطور که شما نظرتون رو داشتید می‌فرمایید، خب من نگاه می‌کنم که قرارداد بوئینگ با ایران، حالا یه دادگاهی گفته باید جزئیاتش رو بیان بگن. خب طبیعی است که می‌تونه، این حق برای تقاضا کننده وجود داره، ولی نشان از این داره که این پیچ‌ها داره محکم‌تر و محکم‌تر میشه و اینا نخواهند تونست به راحتی از این جزئیات فرار کنن. دقیقاً شما به صحبت‌های آقای عراقچی در انگلستان اگر توجه بکنید، بله، ایشون برای اولین بار اومده و در انگلستان گفته که ایران وقت هیچ سودی در این توافق نداره، نمیتواند این توافق رو ادامه بده. اگر خاطرتون باشه، همین حکومت و همین آقای عراقچی و آقای ظریف برجام رو یک دستاورد بسیار بزرگ برای ایران خوندن و حتی آقای ظریف را با مرحوم دکتر محمد مصدق متاسفانه مقایسه کردن و گفتن باید جشن بگیریم. همین آقای عراقچی گفتش که باید جشن بگیریم. حالا میاد اعتراف میکنه، البته علتش رو نمیگه، ولی اعتراف میکنه، میگه که این توافق هیچ سودی برای ایران نداشته. این سخن برای دومین باره که در جمهوری اسلامی از زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. یک سال قبل حدوداً رئیس بانک مرکزی آقای سیف گفتن که تقریباً هیچ سود اقتصادی برای برجام برای ایران نداشته. آقای سیف گفتن تقریباً هیچ سودی و آقای عراقچی الان میگن هیچ سودی برای ایران نداشته. خب این نشون میده که بن‌بست رسیدن و با اینکه ایران مو به مو تمام تعهدات خود رو به جا میاره
و سازمان انرژی اتمی هم این رو تصویب میکنه هر سه ماه یک بار، با این حال ایران نتوانسته سیاست خودش رو در این زمینه پیش ببره و بتواند بازرگانی داشته باشد، تبادل داشته باشد. در حالا چی کار میتونه بکنه در این وضعیت؟ امروز یک خبری اومد که آقای کری و آقای ظریف دیدار محرمانه‌ای داشتند در حاشیه نشست مونیخ و آقای کری توصیه کرده به آقای ظریف که به هیچ وجه از برجام ایران بیرون نیاد، حتی آقای ترامپ اگر بخواد از برجام بیاد بیرون، ایران به سودش هستش که در کادر برجام باقی بمونه. چرا آقای کری این صحبت رو گفته و آیا این صحبت رو ایران قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ از دید من امریکا اصولاً چه در برجام باشه چه در برجام نباشه تفاوتی برای ایران نداره، برای اینکه کلیه تحریم هایی که امریکا هر روز هم برش می افزاید ادامه خواهد داشت و اصولاً ایران میخواستش که با اروپایی ها رابطه داشته باشه در این بین، ولی وقتی که این تحریم های غیر برجامی آقای ترامپ جلوی تبادل رو اقتصادی رو با اروپا میگیره، پس فرق چندانی برای ایران بودن یا نبودن آمریکا در برجام نخواهد کرد. حالا با توجه به این موقعیت، آیا ایران از برجام بیاد بیرون به نفعش هست یا باقی بمونه؟ اون چه که مسلم هستش، اگر ایران از برجام بیاد بیرون، همین احساس کمکی که گاهی اروپایی ها به ایران میخوان بکنن، همین رو هم از دست خواهد داد و انزوای ایران در جهان بیشتر خواهد شد و حتی این تحریم های بسیار کمی هم که ایران الان میتونه ازش استفاده بکنه و دیگه وجود نداره، اونها به طور اوتوماتیک همه باز خواهند گشت. از این جهتش که حرف آقای کری و آقای ظریف درسته، میگه شما هیچ سودی نبردید ولی جلوی ضرر رو بیشتر از این ندارید، ضرر بیشتر بشه، در همین برجام بمونید. در آمریکا 2 سال دیگه حدوداً 1.5 سال انتخابات شروع میشه و آقای ترامپ شخصی نیستش که بتونه دوباره ریاست جمهوری رو در آمریکا به دست بیاره. حالا این حرف درست باشه یا غلط باشه ما از حالا نمیتونیم پیشگویی بکنیم، مشکل هستش، ولی به هر حال ایران پای دیوار قرار گرفته و هیچ کاری نمیتونه بکنه. نمیتواند رابطه بالا داشته باشه با اروپایی ها، نمیتونه از برجام بیاد، خصوصا که اروپایی ها در یک زمینه نسبت به سیاست آمریکا به آمریکا نزدیک شدن و اون مسئله موشک های بالیستیک ایران هستش. اطلاعی که من دارم از سیاست خصوصا آقای ترامپ در فرانسه این هستش که میخواد به ایران بگه که شما باید در زمینه موشک‌های سیاست خود رو بازبینی بکنید و این بازبینی رو انجام بدید و سیاست موشک خود رو تغییر جدی بدید، من آقای ماکرون میتوانم در سطح اروپا کاری بکنم که وضعیت بهتری ایران داشته باشه. آیا ایران حاضر خواهد شد که دست از سیاست موشک‌های بالیستیک خود بکشه؟ اولین علائمی که اومده از ایران بیرون نشون میده که ایران حاضر شده که در این زمینه مذاکره بکنه. اگر به خاطر داشته باشیم آقای رضایی که جزء تشخیص مصلحت هم هست و فرمانده سابق سپاه هم هست، یک سال پیش گفته بود که ایران باید هرچی زودتر موشک‌های بالیستیک با برد 5000 کیلومتر رو بسازه تا آمریکا عقب نشینی بکنه، چنانچه که در ایشون گفته، البته چنانکه با 20000 سانتریفیوژ توانستیم که آمریکا رو در برجام به عقب نشینی واداریم. اما فرمانده سپاه اومده گفته که ایران نیازی به ساختن موشک‌های بالیستیک با برد بیش از 2000 کیلومتر دیگه نداره، 2000 کیلومتر برای ما کافیه. البته مسلما آقای ترامپ و سیاست خارجی آمریکا
به این راضی نیستن 2000 کیلومتر، بلکه این رو میخوان بسیار بیشتر محدود بکنن، ولی این گام اولیه است که رژیم ایران برداشته. و در ضمن آقای عراقچی در انگلستان مذاکراتی بر سر مسائل منطقه خصوصا یمن کرده و همه این عوامل بله. الان نشون میده که یک بار دیگه ایران، رژیم ایران راضی هستش که یک تسلیم دیگه ای رو بپذیره و هرگز راضی نمیشه که در مقابل ملت ایران تسلیم بشه و عقب نشینی کنه. ولی هر آنچه که قدرت‌های بزرگ، چه روسیه، چه غرب و حتی چین، من اخیراً خوندم که خود مسئولان رژیم ایران میگفتن که در دوره تحریم چین اجناسش رو با قیمت‌های 2 یا 3 برابر به ما میفروخت و همه دارن از این سفره بزرگ جمهوری اسلامی سود میبرن و فقر و گرسنگیش برای مردم ایران باقی مونده. آقای دکتر مصطفی عزیز، ببینید یکی از مسائلی که همواره در حاشیه این ماجرای موشک‌های بالستیک یا خود برجام در مورد ایران مطرح میشه، یعنی یک مثلث به وجود آمده. موشک بالستیک خب یک خطر میگن هست، حالا با 2000 تا هم فرقی نمیکنه میزان بردش، ایران میگه متوسط، راست میگه، با متوسط هم میتونه اون جایی که میخواد تخریب بکنه در پیرامون خودش داشته باشه. ولی مسئله دخالت ایرانه، دخالت ایران در یمن، دخالت ایران در سوریه، دخالت ایران در کشورهای مختلف و این ساختن تونل حرکتی پیروزی انقلاب شیعی به طرف استادم مرز اسرائیل، ایران رو همواره در این خطر قرار میده. در حال حاضر همواره با شما هم گفتگو کردیم، شما بهشون اشاره کردین، در حال حاضر این مسئله دخالت‌های ایران هست که ذره‌بین بزرگتر روی موشک‌های بالستیکش می‌گذاره، ولی با کوتاه کردن برد موشک‌ها قضیه حل نخواهد شد، برای اینکه ایران مسئله‌اش در یمن هست، مسئله‌اش در عراق هست، مسئله‌اش در سوریه هست، حزب الله رو تجهیز کردن و حزب الله تا مرز با سوریه با رفتن، این با اسرائیل رسیدن هست. این موضوعه که بیشتر مسئله. اکنون میگن که در حال حاضر اروپایی‌ها در حال گفتگو هستن رو مسائل برجام و مسائل منطقه‌ای. این جالب است که برجام و مسائل منطقه‌ای، اروپا در چه اندیشه‌ای است؟ یعنی با تغییراتی که وزیر خارجه فرانسه میشه از سخنانش همواره احساس کرد، چند روز پیش هم در سخنان بریتانیایی‌ها هم به همین نکته داریم میرسیم، به نظر میرسه که حتی آلمان دارن تغییراتی میکنن. مسئله منطقه‌ای ایران بزرگترین بهانه خواهد بود برای هر گونه حرکتی، حتی علیه برجام، حتی علیه مسائل اقتصادی. بله، خصوصا که نباید فراموش کرد که دو متحد منطقه‌ای آمریکا و اروپا، عربستان و اسرائیل هستند که اونها به هیچ وجه حاضر نیستن عقب نشینی بکنن از مسئله دخالت‌های ایران و روی این امر مصر هستن. مثلا کشور فرانسه هرگز نمیاد آقای مکرون بازار بزرگ عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس رو رها بکنه برای اینکه به ایران نزدیک بشه. میدونید که همه اینها حساب و کتابهاشون فقط مسئله سودی است که از این سیاستهاشون میبرن رون حساب میکنن، ولی نگرانی این که برای مردم ایران نگران باشن یا برای مردم منطقه نگران باشن، همچین نگرانی هرگز وجود نداره و با ایرانیان هموطنان عزیز باید این رو درک کنن که هر گونه امید بستن به اینها اشتباه است. الان میبینیم که برخی از ایرانی ها امید بستن به آقای ترامپ برای اینکه آقای ترامپ موقعیت رژیم رو بدتر کنه، برخی از ایرانیان اصلاح طلب امید بستن برای اینکه با اروپایی ها بتوانند یک به اصطلاح زمینه همکاری ایجاد بکنند، خود آقای خامنه ای و سپاه امید بسته به روسیه و چین. و بالاخره ما کی میخوایم امید به خودمون ببندیم؟ مگر ما ملت ناتوانی هستیم؟ مگر نمیتوانیم مسائل ایران را حل بکنیم؟ متاسفانه با این ساختار، با این ولایت مطلقه فقیه، با این سپاه پاسداران امکان پذیر نیستش. پس مشکل اصلی ما چه مسئله برجام، چه مسئله دخالت‌های ایران در کشورهای دیگه، چه مسئله موشک‌های بالستیک، مسئله ولایت فقیه و این رژیم و این ساختارش هستش که باید عوض بشه. اخیراً روزنامه لوموند، روزنامه فرانسوی لوموند، با توجه به مشاهداتی که در داخل ایران داشته، به طور کلی یک
آنالیز کرده که در این آنالیز میگه که مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، حکومت روحانیت رو نمیخوان، نمیخوان دین حاکم باشه و ایران در مقابل دو آلترناتیو قرار گرفته. یک آلترناتیو دموکراسی، دو آلترناتیو ناسیونالیسم، که ناسیونالیسم کاملا به اندازه مذهب و به اندازه دموکراسی قوی هستش و سپاه پاسداران میتواند از این امر استفاده بکنه و جلوی استقرار دموکراسی و حرکت برای دموکراسی رو بگیره. این هستش که بسیار باید ما در این زمینه هوشیار باشیم. کسانی که آقای سلیمانی رو قهرمان میدونند، کسانی که دلخوشن به این که موشک‌های بالیستیک برای دفاع از ایران، نه رفتار آقای سلیمانی، نه موشک‌های بالیستیک هرگز هیچ کدوم برای دفاع از ایران نیست. اینها همه برای دفاع از نظامی است که ساختن، در شریک هستند، ازش سود میبرند و نمیخوان این نظام رو از دست بدن. و بار اول نیست، تجربه های دیگر رو دیدیم، تجربه گروگانگیری رو دیدیم، تجربه جنگ ایران و عراق رو دیدیم، تجربه همین برجام رو دیدیم و الان هم دخالت های ایران و مسئله بالیستیک که در جریان هستش. من امیدوارم که بتوانیم با کوشش و همبستگی، پیشبینی روزنامه لوموند رو اشتباه از آب در بیاد و ایران بره به سوی دموکراسی و ساختن وطنی آباد و آزاد و شاد. آقای دکتر، من در میان حرفتون نخواستم قطع کنم، میدونم که یک نتیجه گیری خیلی زیبا کردین در پایان گفتارتون، ولی این پرسش باقی میمونه. در این دو سه دقیقه که باقی مونده، روزنامه نیویورک تایمز مقاله منتشر کرد که بازنویسی توافق برجام یا توافق هسته‌ای با ایران انجام شده و داره تکمیل میشه و پیش از اون تاریخی که آقای ترامپ باید دوباره اینو تایید کنه که گفته نمی کنم و چهار ماده شرط داده و شما هم همواره بهش اشاره کردید، پیش از اون باید آماده بشه و در دستور کار کنگره قرار بگیره. آیا واقعا نقاطی در این وجود داره که بشه بازنویسی کرد و این خلل و فرج رو پوشوند؟ در این زمینه آمریکایی ها با اروپایی ها دو جلسه جدی داشتن، یکیش در لندن بوده و دیگرش در پاریس بوده و اینها میخوان که با هم توافق بکنن. وزیر خارجه امریکا روی این خط هستش که با اروپایی ها توافق بکنه. حرف اروپایی ها این هستش که ما به برجام نباید دست بزنیم، ولی در کنار برجام باید مسئله موشک های بالیستیک و باید مسئله دخالت های ایران در منطقه و البته یک کمی هم حقوق بشر و اینها هم که البته اونا برای تزیینه، اینها رو مطرح بکنیم با ایران و به طور جدی سر این دو مسئله فشار بیاریم. ولی آمریکا میگه که ما باید همین رو در کادر برجام انجام بدیم، برای که برجام یک ایراد اساسی داره و اون این که برای 15 سال بعد، برای 12 سال بعد که ایران میتوانه دوباره سانتریفوژ هاش عمل بکنه، چیزی رو مشخص نکرده. جواب اروپایی ها در این زمینه این هستش که آقای ترامپ شما اشتباه میکنید، برای که طبق همین برجام ایران فقط میتواند طبق نیازهایی که به اورانیوم غنی شده دارد سانتریفوژ هاش را بندازه و از اونجا که ایران نیازی نداره، برای اینکه میدونیم که ما ایران یک راکتور داره، اون هم دست روس هاست، راکتور دومی هم که میخوان بسازن باز هم دست روس‌هاست و روس‌ها هم گفتن این سوختش باید روسی باشه و ما غیر از این قبول نمی‌کنیم. و از اونجا که ایران پس نیازی به غنی‌سازی نداره، ما میتوانیم طبق همین برجام اون فشارهای لازم رو بیاریم. پس میبینیم که این مذاکرات رو دارن انجام میدن. آیا قبل از این مهلت دو ماهه‌ای که مونده که آقای ترامپ دوباره باید، میدونید هر سه ماه یک بار باید اعلام بکنه که برجام رو ادامه میده یا نمیده، من هنوز نمیدونم به کجا میرسه، ولی میدونم که این مذاکرات جدی بین اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره و وزیر خارجه آمریکا سعیش بیشتر این هستش که با اروپایی ها در این زمینه به توافقی با همدیگه برسه. بله درست میفرمایید آقای رکس تیلرسون همش داره، البته تیلرسون نگاهش همینطوری است، یه حالت نیمه میانه روتر داره نسبت به آقای ترامپ و به اروپایی‌ها نزدیک‌تره، ولی بحث این است که چگونه میتونه اینو نگه دارن یا چیکاره رد کنن. آقای ترامپ که میگه که اصلا باید هفت تا ماه می فاصله نمونده، کم الان که در ماه مارچ هستیم، چند روزی بیشتر تا چند دو ماه کمتر از کم دو ماه مونده تا
می و باید دید که حالا در ماه می ایشون چه تصمیم میگیره، ولی اون چه که داره پیش می این است که به قول شما روح برجام رو پیش از اینکه آمریکایی‌ها بخوان از بین ببرن در خود ایران آقای خامنه‌ای از بین برده. از شما سپاسگزاری میکنم آقای دکتر برای حضورتون در برنامه. اگه نکته‌ای هست، من دیدم که می‌خواید چیزی بفرمایید، یک دقیقه وقت دارید. نه خیر، شاد و پیروز باشید و موفقیت با همه ایرانیان باشید.